فضای درون جمهوری فاسد آخوندی در هفته‌ای که گذشت دستخوش التهابات زیادی بود. ادامه حاشیه‌های خالیباف یا سیسمونیش و حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین مواضع تند نمایندگان طویله انقلابی علیه برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله این التهابات هستند. هرچند برخی فضای موجود در نظام را بیانگر شکاف عمیق در جمهوری دزد اسلامی ارزیابی می کنند، اما با توجه به اینکه این شکاف بیش از دو دهه عمیق تر شده، به نظر می رسد جریانی متصل به دفتر علی خامنه ای ملعون و احتمالاً با نقش آفرینی خواجه مجتبی خامنه ای فرزند ارشد وی به دنبال آرایشی جدید برای روزهای پس از خائنه ایست. افشاگری هایی که نه فساد می زداید و نه شفافیت می زاید. یکی از مهمترین حاشیه های این روزها در فضای درون جمهوری فاسد اسلامی افشاگری درباره سفر خانواده محمد باقر خالیباف به ترکیه، آن هم در میانه ماه رمضان برای خرید سیسمونی و در پی آن انتشار گزارش هایی تایید نشده از خرید آپارتمان لوکس توسط محمد رضا بهیرایی داماد خالیباف در ترکیه بود. هرچند این سفرها و حتی مهاجرت موقت و دائم خانواده‌های مافیایی حکومت به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و همچنین خریدهای آنان از گرانترین برندهای دنیا چندان تازه نیست، اما مشخص است که افشای اطلاعات سفر و سرمایه گذاری خانواده سردار خالیباف، شهردار پیشین تهران و رئیس کنونی طویله شورای اسلامی، تیغ برنده تصفیه حساب درون حکومتی بر موقعیت او بوده است. فسادهای اقتصادی و رانتخاری‌های محمد باقر خالیباف، همسرش زهرا مشیری و فرزند ارشدش الیاس پیش از این نیز خبرساز شده بود، اما مواردی چون نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های پشت پرده خالیباف از پروژه میانکاله و مقاومت او در برابر استیضاح وزرای اقتصادی رئیسی از جمله مواردی است که می‌تواند انگیزه افشاگری علیه خالیباف در میان مخالفانش باشد. این همه در حالی است که تصفیه حساب‌های اخیر از سوی جریانات جمهوری غارتگر اسلامی کاملاً انتقام جویان است. این موضوع را در افشاگری جوانانی که خود را عدالت‌خواه می‌دانند و روی سیسمونی خانواده چپاولگر خالیباف از ترکیه مانور می‌دهند نیز دیده می‌شود. همچنین جریانات مختلف نظام اسناد فساد اقتصادی یا هزینه‌های نجومی و زندگی لوکس افراد جناح رقیب را به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌دهند تا رسانه‌ای شود. اما نتیجه همه این افشاگری‌ها نه به تضعیف موقعیت افراد و جریانات منتهی می‌شود و نه در سطح کلی سبب رسیدگی به پرونده تخلفات آنها و یا وضع قوانینی در مبارزه با فساد می‌گردد. به بیان دیگر، افشاگری زمانی نتیجه مثبت برای مردم و کشور دارد که نتایج فساد زدا و فساد گریز داشته باشد. به همین دلیل، حتی وقتی بخشی از جمهوری دزد اسلامی تلاش می کند مبارزه با فساد را با هدف تأثیر بر مردم به یک فرایند رسمی و سوت زنی تبدیل کند، باز هم بی ثمر، تبلیغاتی و بی خاصیت باقی می ماند. قابل توجه این که علی خامنه‌ای وقیح نیز در دیدار اخیر خود با برخی از دانشجویان اصولگرا و عدالت‌خواه به جای اینکه بگوید راهکار وی برای فساد زدایی از حکومتی که او در رأسش قرار دارد چیست، به آنها گفته مبادا مطالبه‌گری شما با دشمن مغرض مخرج مشترک پیدا کند. مشخص است در حکومتی که رهبر آن نگران فساد نیست، اما نگران افشای فساد و آگاهی رسانی درباره فاسدان است، ساختار فسادزا و فاسد پرور همچنان باز تولید و گسترده می شود. دستی بالای همه دست ها. به نظر می رسد آدرس نهایی همه آنچه در دولت، طویله و قوه قضاییه همسو و غیر همسو با یکدیگر در جریان است به دفتر علی خامنه‌ای خائن و مهرچینی جریان نزدیک
به خواجه مجتبی خامنه ای برمی گردد. جمهوری دزد اسلامی پس از اعتراضات دی ماه 96 و آبان ماه 98 و رویارویی مردم با همه جناحین نظام از اصلاح طلب تا اصولگرا بیش از گذشته خود را بر لبه پرتگاه احساس کرد. این هراس نیاز به هم دست شدن قوای سگانه را برای مهار پتانسیل های موجود اعتراضی و مخالفان الزامی و در نهایت قاضی جلاد را بر ریاست قوه مجریه نشاند. از سوی دیگر بیماری خامنه ای وقیح و نقطه عطف بودن مردن وی که ساختار جمهوری فاسد اسلامی را پس از خمینی ملعون تثبیت کرد سبب شده بخشی از نظام بسترهای لازم را برای تداوم بدون گزند جمهوری اسلامی در نبود خامنه ای وقیح فراهم کند. این همه را میتوان انگیزه اصلی برای بروی کار آوردن ابراهیم رئیسی بی سواد ارزیابی کرد. حضور افراد امنیتی کارکشته در دولت 13 و آرایش سرداران دزد سپاه در مراکز مهم و حساس دولتی که از آن به عنوان کودتای خاموش سپاه غارتگر یاد شده نیز در ادامه سیاست ضربه معترضان پیش از شکلگیری اعتراضات و آماده باش برای روزهای نبود خامنه‌ای وقیح است. به نظر می رسد با چراغ سبزی که از سوی حلقه نزدیک به خواجه مجتبی داده شد در ابتدای تشکیل دولت 13 به جریانهای مختلف اصولگرا برای سهمگیری از دولت میدان داده شد. حتی مسعود میرکاظمی که در دولت‌های 9 و 10 در هیئت وزیران محمود احمدی نژاد بی‌خاصیت بود به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و با خود بخشی از مدیران نزدیک به جریان حامی احمدی نژاد را به بدنه دولت وارد کرد. در این میان اما محمد مخبر دزفولی که از ستاد اجرایی فرمان امام و جریان نزدیک به خواجه مجتبی خامنه ای به دولت وارد شده به عنوان بازیگردان اصلی دولت 13 در کنار قاضی جلاد قرار گرفته است. اکنون با گذشت چند ماه از فعالیت دولت رئیسی عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی دولت بهانه ای برای پالایش در دولت شده تا فضای قوه مجریه یک دست‌تر از پیش شود. محسن رضایی هرچند عنوان سردار سپاه را یدک می کشد اما در میان جریان‌های درون سپاه دزد پاسداران چندان اقبال و نفوذی ندارد و شاید به همین دلیل نخستین گزینه حذفی به شمار می رفت. اما او آخرین نفر نخواهد بود و به احتمال زیاد تا پیش از نخستین سالگرد تأسیس دولت رئیسی تغییرات بیشتری در مهره‌های اطراف وی رخ دهد. از سوی دیگر هرچند آرایش نیروهای نزدیک به خواجه مجتبی یا به بیان بهتر افراد معتمد نزدیک به گردان حبیب در حال جاسازی شدن در دولت و بازیگردانی در مجلس شورای اسلامی هستند تا حیات نظام را حفظ و بتوانند برای روزهای بعد از خامنه ای ملعون آشوب زدائی کنند. اما این اقدامات تضمینی برای دوری نظام از گزند نیست. نظام جهت حفظ خود دست کم برای 3 باید پاسخهای مناسب داشته باشد. مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، فساد ساختاری درون خود و سیاست منطقه‌ای و بین المللی. آنچه مشخص است تیم برآمده از سلیقه و اراده حلقه نزدیک به دفتر علی خامنه ای توان و دانش کافی برای رویارویی با مشکلات اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم را ندارد. گزارش فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری به حدی رسیده که دیگر وعده درمانی مقامات نمیتواند مردم را وادار به تاب‌آوری بیشتر کند و هر روز و هر لحظه ممکن است این خشم و فشار عمومی از جایی سرباز کرده و کشتی نظام را در خود ببلعد. در چنین شرایطی نمیتوان با سپردن وزارتخانه و فرمانداری و استانداری به فرماندهان سپاه چپاولگر پاسداران و همسو کردن سازمان اطلاعات سپاه ساس و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در یک جبهه از جنبش های اجتماعی جلوگیری کرد. از سوی دیگر فساد ساختاری که پیش از این منابع کشور و دارایی های مردم را تاراج می کرد حالا به توده ای سرطانی تبدیل شده که اعضای نظام را نیز یکی پس از دیگری قربانی می کند.
نمونه آن قربانی شدن محمد باقر خالیباف است که اگرچه از جنجال پروژه یاس با حمایت قاسم شپش جان سالم به در برد، اما سیسمونی نوش جناح رقیب را که مانند خود وی فاسد است به جان وی انداخت. جمهوری فاسد اسلامی همچنین باید درباره سیاست منطقه‌ای و بین المللی به تعیین تکلیف نهایی و شفاف بپردازد. جهان و به ویژه کشورهای منطقه قرار نیست چند دهه دیگر با جمهوری اسلامی با بیم و امید سپری کنند و قطعاً گزینه‌های غیر از تحمل و مماشات را هم در نظر دارند. در این میان اما علی خامنه‌ای وقیح مهمترین صد در رابطه با این سه محور اساسی به نظر می‌رسد.